در این ویدیو میخوام در رابطه با موتورسیکلت های انژکتوری و وظیفه قطعات انژکتور براتون توضیحاتی رو بدم. سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری رو تشریح کردیم و تموم شد. حالا میخوایم بریم سراغ سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری. ببینید دوستان، زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرد، سازندگان خودرو و موتورسیکلت به این فکر افتادن که برای کاهش آلودگی هوا و کنترل آلایندگی موتورسیکلت‌ها و خودروها، اومدن سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری رو تهیه کردن. در کاربراتور ما گفتیم یه پیستون گاز بود که میومد مسیر بنزین رو باز میکرد و هر چقدر که ما به موتور گاز میدادیم همون مقدار بنزین مصرف میشد، حالا چه اون موتور اون بنزین رو لازم داشته باشه چه نداشته باشه. عملا موتورهای کاربراتوری یا خودروهای کاربراتوری دود سیاه دارن به خاطر تنظیم نبودنشون، اما این مشکل با اومدن سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری کاملا برطرف شده، به این دلیل که انژکتور بهینه بنزین رو مصرف میکنه، وارد موتور میکنه، مدیریت شده است. اگه مقدار بنزین ما زیاد باشه، واحد کنترل الکترونیکی موتورسیکلت ما یا خودرو ما ECU الکترونیک کنترل یونیت میاد این قسمت سوخت‌رسانی رو تنظیم میکنه. اگه مصرف موتور بالا باشه کم، و اگه مصرفش کم باشه زیاد، بر اساس دمای هوای منطقه شما بنزین شما رو تنظیم میکنه. ولی تو کاربراتوری ما همچین چیزی رو اصلا نداریم. یکی دیگه از مزیت‌های سیستم انژکتوری افزایش قدرت. زمانی که ما بهینه بنزین مصرف میکنیم و همون مقدار که موتور بنزین لازم داره و همون مقدار بهش بنزین میرسه، قدرت خیلی بهتری میده. برخلاف تصور خیلی‌ها فکر میکنن هرچی بنزین بیشتر وارد موتور بشه قدرت ما همونقدر بیشتره، در صورتی که این تفکر کاملا اشتباهه. بنزین ما اگه زیادی وارد موتور بشه، اولین قطعه ای که آسیب میبینه و نمیتونه کارشو به درستی انجام بده شمعه. این قسمت شمع خیس میشه و دیگه نمیتونه به خوبی جرقه بزنه و بنزین رو منفجر کنه و در این صورت ما شاهد دود سیاه، ریپ زدن و در نهایت خاموش شدن موتور هستیم. قطعه بعدی که آسیب میبینه رینگ های پیستون هست. این رینگ ها به خاطر حجم زیاد بنزین و رسوباتی که داخل سیلندر و پیستون اتفاق میفته جمع میشه اونجا، دچار آسیب دیدگی میشن. و زمانی که ما بتونیم بهینه بنزین به موتورمون برسونیم، هم از آسیب‌های موتوری جلوگیری کردیم، هم از آلودگی هوا جلوگیری کردیم. مزایای سوم سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری استارت راحت‌تره. در خودروهای کاربراتوری و موتورسیکلت‌های کاربراتوری ما ساسات رو داریم. همیشه یه اهرمی هست که ما باید فشار بدیم. این اهرم ساسات که زمانی که ما این اهرم رو فشار میدیم، بنزین بیش از حد وارد موتور میشه و در هوای سرد باعث بهتر روشن شدن موتور میشه. ولی این سیستم توی انژکتور کلاً حذف شده و کامپیوتر موتور ما هست که تنظیم میکنه چه مقدار بنزین وارد موتور بشه. زمانی که موتور ما دمای پایینی داره و سرده، بنزین ما غلیظ، و هر موقع اون موتور به دمای تعادل برسه، بنزین ما به مقدار لازم رقیق تر میشه و کامپیوتر مدام در حال تنظیم کردن مقدار سوخت و هواست. و حالا این تنظیم مقدار سوخت و هوا چجوری انجام میشه؟ به وسیله یک قطعه به نام سنسور اکسیژن که در این قسمت نصب شده. این قطعه سنسور اکسیژنه. دودهای خروجی از اگزوز خارج میشن و سنسور اکسیژن مقدار اکسیژن موجود در دود رو بررسی میکنه. و در صورتی که مقدار اکسیژن ما بالا باشه، همون مقدار بنزین ما مقداری بیشتر و زمان جرقه هم سریع‌تر انجام میشه. و اگه مقدار اکسیژن ما کمتر، و دوباره از اون ور بنزین رو تنظیم میکنه و مدام این قطعه در حال تنظیم مصرف سوخته. در موتور یا خودروهای انژکتوری اگه دود سیاه مشاهده شد، شاهد افت قدرت بودیم و به اصطلاح اون کشش لازم رو نداشت موتور ما، اولین جایی که باید بررسی کنیم خود انژکتوره. و اگه مطمئن شدیم انژکتور به درستی بنزین رو تزریق میکنه، باید قطعه بعدی یعنی سنسور اکسیژن رو ما بررسی کنیم. گاهن پیش میاد توی موتورسیکلت های انژکتوری به خاطر دوده بنزین های نامرغوب این سنسور کثیف میشه. ما میتونیم با باز کردن این قطعه و تمیز کردنش با بنزین یا اسپری انژکتور شور این قطعه رو درست کنیم، و در صورتی که این قطعه درست نشود مجبوریم اون قطعه رو تعویض کنیم. قطعه بعدی که توی موتورسیکلت های انژکتوری خیلی حائز اهمیته سنسور مپه.
Manifold Air Pressure، سنسوری که فشار هوای ورودی رو برای ما سنس میکنه. محل نصب این سنسور دقیقاً در این قسمته. اینجا سنسور مپ نصب میشه. حالا چرا این قسمت؟ به خاطر اینکه زمانی که ما گاز میدیم به موتور، این پشت فیلتر هواست. هوای ورودی موتور از اینجا تامین میشه. از اینجا عبور میکنه، وارد سرسیلندر میشه و در نهایت وارد سیلندر. این سنسور باید هوای ورودی ما رو سنس کنه و با سنس مقدار هوا کامپیوتر خودرو ما متوجه میشه که ما چقدر هوای ورودی داریم، به همون نسبت به انجکتور فرمان میده که بنزین مورد نیاز بر اساس اون مقدار هوا رو تنظیم کنه. ما یه مقدار بنزین میخوایم و یه مقدار هوا. این نسبت به هر دلیلی به هم بخوره و بالا پایین بشه و به اصطلاح نسبت استوکیومتری ما به هم بخوره، موتور ما یا روشن نمیشه یا اگر روشن بشه دود سیاه میکنه و کشش‌های لازم رو نداره. مهمترین قطعه سنسور مپه که این وظیفه سنس کردن هوا رو به عهده داره. و زمانی که ECU تونست مقدار سوخت و هوا رو تنظیم کنه با انجکتور، آخرین قطعه ای که میاد مخلوط سوخت و هوای ما رو منفجر میکنه شمع خودروه که دقیقاً اینجا قرار گرفته. اینم نمایی از شمع موتور. تمام موتورهای احتراقی که با بنزین کار میکنن این شمع رو دارن. اینجا نصب میشه. و این قطعه ای که پشت شمعه بهش میگن وایر، یا قدیما چپاقی شمع هم میگفتن. این وایر وظیفه داره برق رو به شمع منتقل کنه و شمع وظیفه جرقه زدن. برق از اینجا تامین میشه، وارد شمع میشه و با جرقه زدنش مخلوط سوخت و هوا رو منفجر میکنه.